همطور که اطلاع دارید، قرار بر این است که هر هفته در چنین ساعتی گفتگوی انجام بگیره با یکی از دست‌اندرکاران وسایل ارتباط جمعی در خارج از آمریکا، خارج از ایران، یا بهتر بگم در لس آنجلس. این گفتگوها میتونه ثمره 40 سال کار و تجربه‌ای باشه که ما دست‌اندرکاران رسانه‌های گروهی انجام دادیم و کسب کردیم. و امروز با بیان هر سوالی میتونه جوابگوی سوالات شما و کارنامه خود شما مردم باشه، چرا که ما پر ارتباطی بودیم بین شما مردم با شما مردم. در نتیجه این گفتگوها میتونه ثمره بسیاری داشته باشه و استفاده بسیاری برای آینده و شاید نسل‌های دیگر از کمی و کاستی هایی که ما داشتیم تجربه پیدا کنم. و خوشحالم که در برنامه این هفته گفتگویی دارم با آقای ضیا آتابای، مدیر و مؤسس تلویزیون NITV، یکی از رسانه های مطرح در خارج از کشور. شاید برای مدتی است که ما این رسانه رو بر روی آنتن یا بهتر بگم در ساتلایت نمی‌بینیم، ولی یک رسانه عمرش برای این نیست که اگر مدتی از ایر قطع شد، از دیده مردم، از خاطر مردم و اثراتش محو بشه. در نتیجه ضیا آتابای هست و NITV هم هست. درود بر شما. درود. بخش دوم رو آقای ضیا آتابای میخوام در رابطه با مسائل هنری صحبت بکنیم. ضیا آتابای یکی از شخصیت هایی که از نوجوانی در کار موسیقی بوده، موسیقی رو میشناسه، نوتو میشناسه، خواننده است و در دنیای موسیقی خارج از کشور سالهای سال حاضر بوده و ناظر بوده. موسیقی ما در غربت به کجا رفته؟ ببینید آیا تو بای، ما در زمانی هستیم که باید تعارف رو کنار بذاریم، چیز رو قورت ندیم، اسم رو قورت ندیم. و ضیا آتابای یکی از اون شخصیت هایی که اتفاقا هیچ وقت به دنبال قورت دادن نبوده، بلکه حرفش رو زده. در نتیجه من میخوام نگید چون در امید ایران هستیم الان چیزی نگیم، نه اصلا این حرفا نیست. دوست دارم اون چیزی که در ذهن و در قلبتون هست اون رو با هم دیگه صحبت کنیم و مطرح کنیم. والا اگر بخوایم راجع به هنرمندا و همکارامون صحبت کنیم، من فکر میکنم برخی از اینها یا خواسته یا نخواسته یا نادانی به خرج دارن، دلیلش هم میگم. برای اینایی که میخوندن بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، مای بوی گندم نیوردی سرکار، چرا بقید وقت آخونده در رفتی در وقت قبل از من فرار کردید اومدید اینجا، بازم به مردم دارید چی میفوشید؟ بازم بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، دادی بهشون اومدید. مشکل ما فرقی نداره که هنرمند باشیم، کارگردان سینما باشیم، کارگر باشیم، وزیر باشیم، مشکل این است که آقا وطن چیه؟ تو وطنتو میفروشی به خاطر فقط یک لحظه یا چند نفری که دورت هستن؟ پس چرا اصلا به اونم، به اونی که به خاطرش خیانت کردی، به اون هم تا حتی همدلی نداری؟ شما برای چی اومدین بیرون؟ شما که در زمان شاه همینا رو میخوندید مگه نمیگفتید؟ در زمانی که به هر جایی که میرفتیم اگه میفهمیدن ایرانی به ما احترام میذاریم، شما در اونجا با شاعرک هایی که داشتید فکر کردید که آره چون چپا خوشون میاد و حتما کمونیستی میاد سرکار. آمریکا با وجودی که خوشش نمیومد، مخصوصا دموکرات ها از شاه، ولی نمیخواستن کمونیستیش کنن، رفتن چیزی رو آوردن که تا حتی با ادیان مختلف هم مخالفی داره، با آفریننده ها، با آفریدگار، با هر کسی که خدای هر کسی باشه مخالفت داره. رفتن اونو آوردن که ایرانی که من الان آمریکایی ام، پاسپورت آمریکایی دارم، ولی فرهنگ من
از آمریکا نیست. آمریکا به فرهنگش مقایسه کنه با فرهنگ من، با فرهنگ ایران. شما کجا بودید؟ کوروش و داریوش ها بودن، ما هنوز به اونجا نرسیدید، ولی آمدید با پستی بدترین حکومت سرکار گذاشتید به بهانه این که در ایران چنان آزادی هست که الان چپ ها و کمونیست ها ممکنه تکوور کنن. دادیدش به چی؟ با آخوندی که اولین حرف که زد گفت مرگ بر آمریکا. با آخوندی که هر چیزی که ایران داشت به باد داد و به جیب گشاد خودش گذاشت، تمام ادیان دیگر رو زیر فشار گذاشت. من نمیخوام بگم بهش بودیان، ولی اصلا با مقایسه با این جهنمی که بود چرا نگم بهش نبود؟ در اونجا کجا دیده بودی در زمان شاه زرتشتی ها روش بی احترام میکنن؟ کدوم کلمی رو گرفتن اعدام کنن زندان کنن به خاطر اینکه با دین ما یکی نیست؟ کدوم بهایی رو گفتن آقا شما برید گمشید یا سرشونه ببرید؟ این چه ملتی هستن که پیش خود رو فکر میکنن؟ اصلا من نمیفهم به عنوان یه انسان، همه ادیان میگن خدا یکیست مگر اینکه بت پرست باشه. اگه خدا یکیست، تو چگونه ادیان دیگر رو که باز هم اونها همین رو قبول دارن میتونی تحت فشار بذاری یا نابودشون کنی، زندانشون کنی، سر ببری؟ من نمیدونم چرا باید ایران الانه. من ممکنه پیش خودم گاهی وقتا از لحاظ سیاسی فکر کنم که کشورهایی مثل آمریکا، کشورهایی که تاریخ موجودیتشون اصلا قابل مقایسه با کشورهای یونان و نمیدونم ایران نیست، شاید اینها دارن روی حسادت این کار کردن، ولی احمقانه بود. خود آمریکا الان نگاه که چه بدبختی گیر افتاده. الان خودشون نگاه کنید که کشتی‌های فلان و مهمان ایرانی‌ها به موشک می‌بندن، نه ایرانی‌ها، آخوندها. کدوم دین در اونجا آزاده؟ بگم واقعیت همین همیه. در رابطه با مسئله موسیقی بگیم، چون خواستم برنامه بخش دومش تعلق داشته باشه به مسئله موسیقی خارج از کشور. موسیقی ما از کجا شروع شد در خارج از کشور و تا به امروز به کجا رفته؟ ببین، خواننده هایی که در ایران بودن یا قبل از انقلاب در ایران بودن، سالهای تقریبا آخر حکومت پادشاهی و اینا شروع کردن خواسته ناخواسته، به خاطری که حالا تفکرشون چپ بود و نادانسته شاید، اومدن و شعر آهنگایی رو خوندن که واقعا نمیدونم کسی از اینا چرا نمیپرس آقا حالا چی؟ اگر تو خوندی که اون حکومت بره چرا فرار کردی اومدی اینجا؟ باز هم اینجا کنسرت میذاری. از اون شاعر باید پرسید بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو؟ در چه زمانی خوندی؟ آیا بوی گندم رو هم دادی به اونا اومدی بیرون؟ و هنوز داری از مردم سوء استفاده میکنی که بیان به خاطر صدای قشنگ تو یا آهنگا و فلان؟ حالا پیش خودت فکر میکنی که دکونداری به این خوبی هست که شتو برای چپا اینه بخونی، برای راستا اونه بخونی، برای این کار کنی؟ تو که لیاقت اینه نداری به عنوان ایرانی فعلا به مردم ایران فکر کنی؟ آیا مردم گناه دارم به تو بگن که تو یک چی بگن؟ زشته. من بگن زشته. موسیقی ما چی شد؟ موسیقی ما به کجا رفتش؟ میدونید که لس آنجلس شد پایگاهی از موسیقی ایران در خارج از کشور. رسانه ها، وسایل ارتباط جمعی، شعرا، ترانه سرایان، آهنگسازان، نوازندگان، موسیقیدانان، همه به نوعی در لس آنجلس جمع شدند و موسیقی از اینجا ریشه پیدا کرد. کمپانی های نوار آمد،
و به هر حال از اینجا شروع شد. اما چی شد؟ ببینید شما وقتی انترتینمنت، شما فرض کنید که اصلا سینما، شما خوششون میاد از فیلم های تاریخی، ولی اگر تمام فیلم سازان فقط فیلم تاریخی درست کنن، مردم دلشون میزنه، برای اینکه میخوان چیزهای دیگه هم بدونن. متاسفانه هنوز هم ببین شجاعت میخواد، هر کسی میتونه اشتباه بکنه، نه مردم جرأت دارن و اول احساس خودشون، یعنی خودخواهشونی که فقط احساس خودشون، از صدای حسن خان خوششون میاد، به خاطر حسن خان وطن و دین و ایمان و همه چیز رو میفروشن و اول حسن خان قبول میکنن، در حالی که این درست نیست. یک نفر نمیتونه بپرسه از این آقایون، آقای عزیز توی که این شعرها رو میخوندی چرا نموندی؟ تو این شعرها خوندی که آخونده بیان سرکار؟ یا میخواستی چیکارش کنی؟ کمونیستیش کنی؟ و چرا بفرار کردی؟ تو اومدی اینجا بقل ماهایی که در اونجا زندانش رفتیم، اگه میگرفتن پدرمونه در میآوردن، و ما هیچ وقت بر علیه اون حکومتی که داشتیم یعنی پادشاهی نخوندیم، شما با ما اومدید بیرون برای خودتون دکون باز کردید، باز هم مردم رو داره گوشون رو با آهنگای دیگر این میکنید. آخه چطوری شما میتونید؟ آخه من مقصد تنها اینا نیستم، ملت هم هستم، ولی ملت هنوز هم همینا که در آمریکا زندگی میکنن، چپ داریم، کمونیست داریم، راست داریم، بی ایمان داریم، با دین داریم. ولی تو وقتی میشی هنرمند، وقتی تو میری جلوی دوربین، وقتی میری توی جامعه ای که مردم برات پول میدن که بیان بشنون تو چه میدن، بعد چی میخونی؟ مردم ما رو کاری کردید که یه نفر جرأت نداره بلند شه بگه آقا تو که این آهنگو میخونی چرا از ایران فرار کردی رفتی؟ شما هر دفعه یه هر چیزی میشه میری طرف اون یکی؟ مگه نخواستید آخوندا رو بیاری سر کار؟ یا میخواستید کمونیستا رو بیاری سر کار؟ خب برو الان توی ایران طرفدارات کن، کمونیست تو بیار سر کار. ولی اومده اینجا باز هم مردم بدبخت، خب با صدا رو دوست دارن، شعر قشنگ هست، گاهی وقتا اصلا به مفهوم شعر مردم فکر نمی کنن، مردم هم میرن پولشون رو میدن، بلیتشون رو میخرن، فلان میکنن، ولی روز به روز پایین خواهد رفت. بله، ولی متاسفانه دید مردم روی خاطره است. مردم میگن ما فلان خواننده رو دوست داریم به خاطر اینکه فلان ترانه رو خونده، فلان آهنگی رو که خونده. من موقعی که بارون داشت بیمه، من تو کوچه داشتم میرفتم، این ترانه رو برای اولین بار گوش کردم، موقعی که از این حرفا، مردم ما دنبال خاطرات گذشته شون هستن، خاطرات گذشته که هیچ وقت نتونستن برای خودشون خاطره ساز جدیدی باشن و دارن با اون خاطره ها زندگی میکنن. و فرهنگ ما در خارج از کشور به خصوص در لس آنجلس یه فرهنگ خاطره‌ای شده. نظرتون در این باره چیه؟ ولی من فکر میکنم درست میگید، ولی من پایش بر چیز دیگه میدونم. پایش چیه؟ پایش اینه که اینا خرشون از پر گذشته، اینا اگر اون چیزی رو دوست دارن برن باید برگردن تو ایران با آخونده زندگی کنن، اومدن در اینجا آزادی رو گرفتن، همه چیز رو گرفتن، الان دیگه به فکر هیچ چی نیستن، در حالی که اگر اینا در ایران بودن هر روز ناله میکردن که شمایی که در بیرون هستی شاید به گوش بارون نمیرسید، ولی شمایی که رفتید در بیرون در آزادی زندگی میکنید، ما رو یادتون رفته انداختید تو چنگ اینا؟ آیا ایران، تاریخ ایران رو نگاه میکنید قبل از آخوندیست؟ آیا ما در مملکتون به این وضع بودیم؟ آیا رفید من وقتی که به عنوان یه هنرمند یا خواننده در اون زمان محرم سفر که کار نمی‌کردم، برای خرید می‌رفتم اروپا لباس بگیرم، در اون زمان به ایران هم رسم، وقتی می‌فهمیدن یه نفر اونجا بود من می‌خواستم بگم که مثلا اینجا لباس اینطوری می‌خوام بگیرم، وقتی می‌گفتم من ایرانی هم شدن چهار نفر. من بعد از آمریکا وقتی بازم رو صحنه بودم، جلوی دوربین بودم، بازم همونجا تدلاپیدوس رفتم و من فکرم به سابقه گفته شیارو مالی چیه؟ کجا هستی؟ عربی هستی؟ گفتم نه ایران. یارو رفت، من نیم سال ایستادم اونجا، وقتی بهش گفتم آقا این آقا کجا رفت؟ گفتن رفته نهار. گفتم با من که داشت، من چیز خریدم خواهد گذاشتم میخوام بگیم بگیرم. گفت حالا میادش.
فهمیدم که آقا بدبخت فکر کرده من مال جمهوری اسلامی هم تو جمهوری اسلامی ایران زندگی کنم. مردم ایران بدبخت که همشون گناه ندارن که. ولی ببینید به کجا رسید ایرانمون، کشوری که چه احترامی داشت در همه جا. حالا وقتی نگاه میکنن هم ادیان رو زیر پا گذاشتن، هم انسانیت رو زیر پا گذاشتن. من نمیدونم چرا مردم این کاری کردن، این خودکشی بود، خودکشی. بریم نگاهی داشته باشیم به یکی از میوزیک ویدیوهای زیا آتابای که هنر خوانندگی رو در موسیقیمون تجربه میکنیم و دوباره میبینیم. آی زیاتابای، خوانندگانی هستند، هنرمندانی هستند که امروزه در وضع بسیار بد مالی دارم زندگی میکنند. خوانندگانی هستند که به جای اینکه وقتشون رو در استودیوها بگذرونن برای به وجود آوردن یه اثر، یه کار، دارن در پشت رول اتومبیلشون در اوبر کار میکنن. چی شد؟ چه چیزایی باعث و بانی چنین حادثه بزرگی شده که هنرمند امروز ما راننده اوبر بشه؟ ما نمیتونم بگم فقط هنرمند، ولی متاسفانه ما در کارهای گروهی خیلی خیلی عقب افتادیم و خودخواه. من نمیدونم آیا هنرمند داستانه زندگی هنرمندای قدیمی رو نگاه کردن، آیا خوندن، آیا میدونستن که همیشه تو نمیتونی بستسلر باشی، بهترین آهنگات فروش بره، همیشه جوان نیستی که روی صحنه بتونی با قدرت بیسی، صدات باشه، هرش برسه. به این فکر نمیکردن، همه به امروز فکر میکردن و تا یه آهنگشون میگرفت چنان دماغشون بالا میرفت که تا حتی با اون پیشکسوتاشون که اصلا قبل از اینکه اینا خواننده بشن و خواننده نه احترام نمیذاشتن. من درست یادم میاد دلیل این که من به هر کسی که تو حتی اون زمان که خیلی جوان بودم به هنرمندا و خواننده های قبل از خودم احترام میذاشتم، به پیشکسوتا یا اینکه از من بزرگترا، در این که به ما یاد داده بودم. تو رادیو من دیگه خواننده جاز بودم، من یه خواننده‌ای بودم که مدرن می‌خوندم، ولی توی رادیو وقتی من رفتم اگه بنان رو می‌دیدم با احترام می‌رفتم سلام می‌دادم، اونم دستش دراز می‌کرد دست می‌داد. حالا خواننده‌ای مثلا جایی میره، میریم جایی، یه خواننده بالا صحنه می‌خونه، وقتی میاد پایین چنان به تو توجه می‌کنه که حالا از راز سن نمی‌گم، نه مقام، که اصلا فکر میشه خوش فکر میکنی که آقا بنده باید برم جوش سلام بدم بگم قربان خسته نباشی حالتون خوبه. ما مشکلاتمون اینجاست، همیشه هم بوده، در همون زمان از سیاسی از آلاز هر کسی. ما ملتی هستیم که کار گروهی نداریم، هنرمندای سینمامون، هنرمندای موزیکمون نداریم، به همدیگه احترام نمیذاریم، هنوز یاد نگرفتیم که اگر تو به پیشکسوتت احترام بگذاری یک روز تو پیشکسوت میشی، دیگران بهت احترام میذارن. ما اشکال این رو داریم، فرهنگی نمیدونم، غرور نمیدونم، ولی ما اشکال داریم. خب چی کار باید کرد؟ آیا در طول این مدت کارهایی تونستید بکنید؟ کارهایی صورت گرفت؟ چرا در طول این همه سال یک انجمنی بنیادی تأسیس نشد که به حال چنین خواننده ها و هنرمندانی برسه که امروز در وضع بدی دارن زندگی میکنن؟ آره، دو دفعه اون زمان که نایتی بود من تلاش کردم این کارو بکنم. اول شروع شد، بعد متاسفانه خودخواهی ها شروع شد، چون من میگفتم که اگر شما خودتون رو در موسیقی پیشکسوت بدونید، مثل یک پدر باشید، بچه کوچیکی که قدم میخواد بذاره دنبالت بیاد با دستش بگیری. شما باید از اونهایی که واقعا هنرمندن حمایت کنید. هم کلاسای من، هم چند با
با اون وضعی که هم داشتیم مثل هم دیگه بودیم، اکثرشون فکر خودشون فکر میکردن که آخه این خواننده حالا بیام بگم این کارم که بیا رقیب خودم بشه. شما نگاه کنید چه تفکری یه هنرمند اینطور تفکر داره که آه پس تو تا چند سال میخونی؟ مگه نخواهی مرد؟ آیا این جوان حق نداره بیا جای تو رو بگیره؟ جوان بعدی بعد از اون نباید بیا جای اون رو بگیره؟ آهنگا و صدای تو رو تا حتی زنده نگه میداره. ببینید مسئله فقط خواننده ها نیست، ما همش صحبت میکنیم و با غرور از ایرانیت و فارسی و فرانسه صحبت میکنیم، از اشکالات ما صحبت نمیکنیم که ما افرادی خودخواه هستیم. اگر خودخواه نبودیم آیا ببینید در ایران در زمان شاه یا در زمان شلوغی ها که شد ما چپ داشتیم، کمونیست داشتیم، زرتشتی داشتیم، همه چیزا رو داشتیم، چطوری شد دادن شده آخوندا آخونده گرفتن ازتون؟ برای که آخونده با ریا با هر چی که هست برای حرفای دم یعنی نمیذارن اینا، برای که میدونه اگه یه نفر دیگه رو ولش کنی فردا تو هم میگیرن، تو هم مرگ میکنن بیرون. ولی متاسفانه در کارهای هنری بقیده من هنرمندایی که اس دارن میتونن کاری کنن، اونها باید خواننده جدید که اگر خوبه، یعنی که میگم خوبه نه که اخلاقانه، صداش خوب باشه، فرهنگ ایران رو قبول داشته باشه، واقعا دوست داشته باشه بر مردم، باید تو اون رو بذاری کنار خود دست بگیری بیاری بالا. مگه تا کی میتونی تو بخونی؟ موسیقی ما فقط تعلق پیدا کرده از نظر درآمد به 3-4 خواننده سوپر استار ما و بقیه اون توانایی رو ندارن. اگرچه جوان ها دارن میان برنامه‌ای رو میخوان بذارن، بعضی‌ها با شکست مواجه میشن، باز هم پشتیبانی میشن از سوی مردم. چیکار باید کرد که ما یه جوانگرایی داشته باشیم برای موسیقی آینده‌مون؟ این سوپر استارای ما الان هر کدومشون بالای 70 سال سن دارن و دارن میخونن. خب فردا چی میشه؟ یک جوان وقتی که بخواد بیاد تو کار هنر موسیقی یا بخواد در کار هنر وارد بشه، نیاز به چند سال بکاپ داره که هم تجربه پیدا کنه و همین که شناخته بشه تا بیاد به یه درجه سوپر استاری برسه. ولی الان با این وضع یک گپ خیلی بزرگی در چند سال آینده خواهد افتاد بین جوانانی که میخوان بیان و بیان برسن به درجه سوپر استاری، چون همین سوپر استارا دارن همینطور میان جلو بدون اینکه حمایت بکنن جوان ها رو، بدون اینکه همونطوری که گفتید یک جوانی رو وردارن بیارن بگن امروز شما چند هزار نفر که دارید میاد منو ببینید، این جوان هم ببینید. و وحشتی در وجودشونه به خاطر سنشون، ناتوانی هایی که در خوندن دارن. و خب چی باید کرد؟ مردم باید چی کار باید بکنن؟ و ما رسانه ها باید چی کار کنیم؟ من ببینید نه مردم میتونن، چون مردم که خبر ندارن که چرا این کارو میکنن، نه اینها خواهند کرد، ولی رسانه ها، شما رسانه ها میتونید، شما رسانه ها حتما میتونید بفهمید که چه خانه، چه کسی، چه جوانی، چه دختر، چه پسر استعدادشو داره، صداشو داره و باید حمایتش کنید. وگرنه ببینید تفکرات فکری، یعنی کسی اصلا خود هنرمنده به خودشون اعتماد ندارن، مخصوصا در مورد موسیقی جاز یا موسیقی پاپ ندارن. اگه نه موسیقی اصیل فارسی اینطوری نیست، بنان اینطور نبود، بنان نمیزد نمیدونم گردن و یا صدای جوره صدای یه خواننده جوونی که دستگاه فارسی رو هم کلاس رفته بود جلوشو بگیره، تشویقش میکرد. چرا؟ چون هم به خودش اطمینان داشت و هم میخواست که جوونها مثل این بعد از این موسیقی فارسی، موسیقی ایرانی رو از بین نذارن بره. ولی متاسفانه مخصوصا در موسیقی پاپ همچه چیزی وجود نداره، چون خیلی من معذرت میخوام ولی خیلی از این آقایون که خواننده خودشونو میدونن به خاطر چی اومدن؟ به خاطر اینکه پول بیشتر راحت در بیارن، به خاطر اینکه محبوب باشن، محبوب فلان باشن. ولی این ابدی نیست. وقتی شما پیر میشی دیگه نمیتونی از کمر درد و پایین بشی رو صحنه نمیتونی 2 ساعت بخونی. وقتی که تو دیگه ضعیف میشه حنجرت از بین میری، اون صدا رو نداری بتونی داد بزنی تا نمیدونم کجا بره.
لااقل برای خودت چم شده، برای خودت که یه کاری کردی بگذار جوانا بیان بالا، بهشون یاد بده، اگه تجربه داری بهشون یاد بده. ولی متاسفانه من نمیخوام بگم فرهنگ ایرانی، ولی ما متاسفانه آدمایی هستیم که خیلی خودخواهیم. خیلی. نظرتون در رابطه با آمدن بچهای خواننده ایران به خارج و برگزاری کنسرت ها و جشنی که میزن؟ ولی من زیاد آشنایی باشون ندارم، ولی چرا که نه. اما دلیل این که اونها به خارج میان چیه؟ دو تا دلیل میتونه باشه. یکی که امکانات این که برای مردم ایران بخونن و رو صحنه برن و هر چی دلشون میخواد بخونن ندارن، یا نه برای این میان که بتونن از خارج و کشورهای خارج و از ایرانیان خارج پول بهتری بگیرن، چون در اونجا ریال گیرشون میاد، در اینجا دلار. اگر کسانی باشن که چون امکانات در داخل نمادی امکانات نیست و اینا دلشون میخواد مردم دنیا ببینن اینا چی میخونن، باید کمکشون کرد. ولی اگه کسانی هستن که در اینجا میان پول بگیرن و در اونجا دستوس آخونده رو بگیرن، باید یه جور انتخاب کنن. موسیقی گناه در اسلام آخوندی ما، برای چی تو میخوای بخونی؟ ولی اگر تو باور داری که هنر باید داشته باشی، صدات قشنگه، میخوای بخونی، حالا هر سبکی، موسیقی اصیل، پاپ، جاز، هرچی، ولی تو اگر میخوای این کار رو بکنی و از اولش با مردم باید رو راست باشی. اگر اونجا نمیتونی یه کاری کن، برگر بیای اینجا. و بعدش هم یه چیزی هم از ما هنرمندای قدیمی هست، ما هم وظیفه داریم صداهای خوب رو، جوانهایی رو که خوبن سالمن کمکشون کنیم. من فکر میکنم اگر ابی میره رو صحنه در کنسرتش و در اون کنسرت راجعه یه پسر جوانی که صداش هم خیلی خوبه، ارکستر خودش هم بذاره با این تمرین میکنه و بگه من میخوام یه خواننده ای رو که خواهد موند در زمانی که من نیستم به شما معرفی کنم، فکر میکنید مردم بعدشون میان؟ فکر میکنید ابی پایین میره؟ بس شده نکردن تا حالا، برای اینکه به خودشون اطمینان ندارن، اصلا نمیتونن بخونن. آقا شما اسمای شماها در مقابل سبا و کسای دیگه چیه؟ صفری. ما پس چرا اونها این همه شاگرد درست کردن از نوازنده تا خواننده، ولی شما چی؟ شما اصلا به خودتون اطمینان ندارید؟ مگه میشه؟ شما فکر میکنید اصلا اگر ویژن بخونه، الان بخونه، ویژن میاد میزنه تو سر من که در اون زمان میگم که بودیم، منو میخونه، بیاد تو سر من بزنه که آقا فلان به امان؟ من هیچ وقت یادم نمیره. هم من احترامم نسبت به اون همیشه بود، هم اون منو تشویق میکرد، چون اون زمان منم گیتار میزد، اونم خوش میزد دیگه، و من میگفتش که تو بهتره که اگه میخوای جاز بخونی برید زبونهای مختلف هم یاد بگیری بخونی. ولی حالا از بس اطمینانشون سلب شده از هم دیگه، نه به کسی کمک میکنن، نه کاری میکنن، در حالی که واقعا من فکر میکنم هر هنرمندی که قدیمیه وظیفش اینه، اگر نه خیانت کرده به موسیقی، که برای آینده جوانها رو دستشون بگیره و امکان نداره اونجا اون بیاد و بر علیه اون کاری بکنه. من امکان اصلا امکان نمیبینم، برای اینکه اینقدر نمک نشناس نیستن، ولی متاسفانه به خودشون اطمینان ندارن، کار دیگه نمیتونن بکنن. یادتون باشه هم اکثر خواننده ها هیچ شغل دیگه بلد نیستن، امکاناتشون خیلی کمه، یا شاید